سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز شنبه 10 ایون در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با اندرس برزینز همتای لاتویایی خود در شهر دوشنبه ملاقات کرد. در جریان سفر رسمی اندری برزینز در روز 10 ایون میان تاجیکستان و لاتویا 4 سندی همکاری از جمله برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و قاچاق و جنایتکاری سازمان یافته و درباره همکاری در عرصه معارف، علم و سیاحی به امضا رسید. امام علی رحمان بعد ملاقات با اندری برزینز در یک نشست خبری گفت: نتیجه نخستی سفر را جنبست کنند، می خواستم تاکید نمایم که در سمت تقویت اساس های همکاری های درازمدت و فراگیر رئیس جمهوری لاتویا گفت که کشورش سال 2015 رهبری دوره اتحادیه اروپا را بر دوش می‌گیرد و تا یک سال رهبریش سعی خواهد کرد روابط اتحادیه با کشورهای آسیای مرکزی بیش از پیش گسترش یابد. اندرس برزینز بعد خاتمه سفرش روز 11 ایون به مغولستان می‌رود. گروه خردی از جوانان و زنان با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با تخم مرغ و پامیدار حمله کردند، ولی او در این حادثه هیچ آسیب ندیده است. محمد شریف نبی‌زاده رئیس دفتر این حزب در کلاب بر رادیو آزادی گفت حادثه در نزد خانه او و در همین شهر و بعد از ملاقات محی‌الدین کبیری با گروه از طرفدارانش صورت گرفت. با کبیری اگون آسیب یعنی که نرسوندن خیلی با چه رسوندن و چه که جان اونجا جای صحبت نبود دیگه. او یک فضایی بود که دیگه اونجا میخواستن که دیگه پای نهضت هنی با جنگ بکشن، باید بچه نهضت کلوب باید با جنگ کشیده میشد که الحمدلله دیگه با خوبی انجام یافت دیگه. پیشتر از این مقامات تاجیکستان دفتر حزب نهضت اسلامی در کلاب را با سبب نپرداختن مالیات بستند، اما اعضای حزب همه این را بهانه خوانده و میگویند حکومت تاجیکستان میخواهد مانع گسترش آبروی حزب نهضت در میان مردم شود. در تاجیکستان دسترسی به وبسایت معروف یوتیوب قسمان محدود شده است و کاربران نمیتوانند به آن وارد شوند. اسامالدین عطایف رئیس اسوسیاسیون دسترس کنندگان اینترنت روز 10 ایون به رادیو آزادی گفت بعضی از پرووایدرها ورود به یوتیوب را ناممکن کردند و شاید این کار با درخواست خدمات علاقه تاجیکستان صورت گرفته است. اما بک ظهورف رئیس این خدمات به رادیو آزادی گفت که آنها هیچ امری برای محدود کردن دسترسی به یوتیوب را ندادند و سببش را نیز نمیدانند. تا چند سال گذشته حکومت تاجیکستان بعضی از وبسایت های خبری از جمله تارنامه رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک و یوتیوب را نیز برای مدت بسته بود. و در تاجیکستان باری نخست مکتبی کسبی لینوکس باز شد که در آنجا به خواهشمندان استفاده از این برنامه رایگان کامپیوتری را می‌آموزند. مکتبی مذکور با مساعدت جامعه باز و مرکز فناوری های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی در دوشنبه به کار شروع کرد. برنامه لینوکس برخلاف دیگر برنامه های کامپیوتری رایگان است و برنامه ساز می‌تواند بر اساس آن برنامه های نوی کامپیوتری بیافرد. متخصصان ملی مو میتوانند از این دیگرگونی ها بخبر شوند، یعنی که اون چیزهایی که ما داریم آموزند و در اساس این آموزش ها فکر و پیشنهادهای خودشان را در همین نرم افزار ها جاری کنند. اما برنامه های مایکروسافت و دیگر شرکت ها رایگان نیست و برای استفاده از آنها باید مشتری پول بپردازد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم از صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.